با سلام و درود ما در مورد نابغه های بیروکرات از افغانستان از اوکراین از این جایا گفتیم اما نابغه های بیروکرات در پولند بسیار تیپیک است نخست وزیر پولند میگه هیتلر امریکا شکست داده نه شوروی دیگه بیخی همه کدم عقل و وجدان خود بخی یادم تصفیه حساب کده خو این به خاطر گفتم که خو یک رهبر یک کشور است و یک آدم عادی اگر بگویه خب میگه خب قضاوتش است اما این خو موضع رسمی است دهنکجی به تاریخ که زیاد دورم نیست یعنی فایدهش به پولند چه خواد بود به نظر شما فایده نداره بسیار نقصان خواد کرد خب یک گپ بایدن میگه که قیمت صلحی که به روسیه ما بپردازیم تسلیمی اوکراین است این کم کم حال خدا همین ایار ساخته میرن مگم رئیس ستاد ارتش چه میگه؟ میگه مارک میلی میگه که نه اوکراین تا آخره میجنگه کدی اوکراین ی اوکراین بیخی اسباب بازی درست کرده پیش از ورود به اصل موضوع خدمت شما یادآور شویم که طالبا به نظر می رسد که عزب اسلامی گل بودین را منحل کردن یعنی بسته شدن شاخه های منطقه ای حزب که از گذشته در وزارت عدلی هم ثبت نشده بود حال بر اساس همی فرمانی که وزارت عدلیه دریافت کرده کل احضاب ثبت شده منحل و غیر قانونی اعلان شده از او جمله امی حزب اسلامی گل بودین یک است که خودشان در دارلمان کابل است و ای از نظر تاریخی بسیار مهم بود دیر خدمت شما ما عرض کردم خب آیا اکمتار آل خود دی چارچوب مندازه همین تو آزاد شده باره دیگه بر هر طرف یا ای که دوباره هجرت میکنه خودش باید پاسخ بده جنگ قرباخ متوقف شده در آذربایجان با میانجیگری قماندانی نیروهای حافظ صلح روسیه خب برحال روسیه و ایران ایر ختم کردن صدر ارمنستان گفت که ارتشی که در قرباغ در جنگ بود و آل تسلیم شده از ما نبود ما طرف بحث نبودیم خب ای چی عرفی است پس از کدام کشور بود از آذربایجان بود یعنی اگر از آذربایجان بود پس میره به سرکوب و خل سلای و قرارگاه نظامی حرف مفته زد نیروی نظامی قرباخ تحت فرماندهی ارمنستان بود فرمان از اونجا میگرفت خب حال قرباخ کاملا خل سلا شده است آذربایجان عملیات خود متوقف کرده مرحله اول شما چه فکر میکنید مرحله دوم چی است ایر اشاره میکن. خب اینجا ده این منطقه 120 هزار ارمنی تبار زندگی میکنه دمی خفخاز جنوبی که کشورشان یا باشگاهشان و زادبومشان به صلاح از نظر قوانین بایمدلی بخشی از خاک آزربایجان است اما چرا آزربایجان یه عملیات که انجام داد عملیات زده ترور نامش ماند مگه می مود شده که اقناق مثلا ضد ترور بوین در یه یک گپ چرا از روی این میگه فهمیده میشه که ماجرا دوباره از یک جای دیگه سر خواهد گشید خاتمه نیافته این نشان میده که داستان ختم نیست تازه شروع داستان است به طریق دیگه ارمنستان در یک موقعت اجبار قرار گرفته خودش به دامن غرب میندازه ای طرف دست میپرته او طرف یک زمان ای پس تعادل خود پیدا میکنه دوباره برمیگرده رئیس جمهور پولند دودا یادم میگه ببینید در کجا میگه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد میگه میگه پوتین میخواست امپراتوری روسیه رو اعاده بکنه نتانست میخواست دنیا رو تقسیم بکنه نتانست میخواست اروپا رو دائم به مواد خام خود وابسته بکنه نتانست خب و کاملا من مطمئن هستم که نمیتونه و به چیزی هم نخواهد رسید یعنی چه رقم یک رئیس رای، جمهور امیر رقم همینطور هوایی و شارت, شارت شده گپ میزنه ای آدم میگه باز چه میگه ای چی اونا کدام افتخار نظامی در تاریخ ندارن امریکا بود که نقش کلیدی در شکست آلمان نازی ایفا کرد این دیگه بیاین از اینجا شما گاز بکنه امریکا نقش کلیدی بدون حمایت امریکا میگه نه بریتانیا نه اتحاد شوروی نمیتونستن در برابر ادلر مقاومت کنن شما فکر میکنین که اینا تاریخ جنگ دوم جهانی رو نخوندن خواندن فقط در نقش یک سیاستمدار مدار شش دقیقه پا میزنن چیانه؟ یعنی سیاست یک حرفه کثیف است بله بسیار کثیف است از شما چیزهایی را میطلبه که با روح وجدانتان برابر نمیه اما باید بکنی آلی پولند در یک موقع حساس قرار گرفته کار اوکراین در حال تمام شدن است، از ترسیده چپ و راست حال شمشیر میزنن ای پایگاه حمایتی امی پولند که عقبه جنگ اوکراین است حال گب اندازه رسیده که گلوی خود اوکراین گرفته یکی خوب به دلیل پار عراضی است که از نظر تاریخی دو دوا داره در اوکراین غربی ای با کنار دوای فعلیشان نیست که میگم مقامات اوکراینی به ثباتی بازار کشاورزی پولند به وجود میارن و درک نمیتونن غلات خدا به پیمانه وسیع وارد بازار میکنن فراوردهای کشاورزی و اشتغال در سطح کل پولند اشتغال کشاورزان در خطر قرار دادن میگه من بنان ما اشتغار میتونم که اگر اونا درگیری را به این طریق و تشنج افزایش بدن ما تا محصولات بیشتری را که از اوکراین میایه در فیرست ممنوعیت واردات اضافه میکنیم کنیم نان سر نان و آب صلاح اوکراین آلی خود ازی بسته می دمی دو سال شارگ اصل ورود اسلحه را باز کرده بود و بسار خودم ت... تسلیح میکرد اوکراینم حال گپش به اینجا کشیده خب سخنان وزی... وزیر نخست وزیر تا دل هرانگیز است تازه ب... میگه که ما ارسال سلاح به اوکراین متوقف کردیم چرا میگه به خاطر از اینکه ما خود ضرورت داریم خودم ما سلام میسازیم و خودشان تا گلو مسلح است باز چطور میگه بر دفاع باید یک وسیله کلانی در دست داشته باشیم حال اوکراین خو غرب شد رفت ما خود امرای زو غرب کنیم میبینین اوکراین اگر رهبری خیراتمند میداشت می امروز به اصطلاح گفته مردم ما شما تفسار عالم نمیشه. از جمله یعنی می آدم صدر ازم پولند که بر ازیا تنه داده داده است تو غرق شدی مرا چی کش داری اگر مرا هم غرق بکنی باز کی برات کمک میکنه به این اندازه این اینا رو تحقیر میکنه خب چرا این کارو میکنه به نظر شما به خاطر ازی که بعد از یک شدن کار اوکراین نوبت به کار پولند می رسه. تاریخ و اصلاح جیوپولیتیک پولند به ما میگه که اینمی خطه هیچگاه توازن و ثبات دائمی نمیتونه داشته باشه کی خودش یک داستان علایده است آلی که بر, بر قیمتی که شده خود نجات بتد اما نجات دادن به می شکل سخن تحریکامیز عمل تحریکامیز تاریخ مزخه میکنی هر چیزی که از دستت میای میکنی پس صبات دائم توقع دارین مشکل است جو بایدن در مجمع اومی سازمان ملل متحد یا آمد از افغانستان هیچ چیزی نگفت افغانستانی که چپ راست اگر ببینه بی افغانستان رو میبینه کابوس البته کابوس افغانستان خب این چیز نگفت و رف رفت طرف روسیه گفت که کلید صلح اوکراین در دست روسیه است حالا که روسیه میگه تو اصل دادن پول دادن قد کو صلح خودش میگه ای این میگه نه کلید از تو خب چرا میگه ایتر میگه روسیه یعنی امی صلح اوکراین سر ما میفروشه یعنی بسیار قیمت صلح اوکراین در واقع به اندازه خود اوکراین ارزش داره یعنی شما اوکراین تسلیم بکنید صلح هم یعنی صلح هم در برابر اینمی اوکراین به شما میفروش جالب است نه ایره بایدن میگه و بایدن یک چیز دیگر هم میگه که راست میگه میگه روسیه به با این باور است که جهان خسته میشه و بعد از او از اوکراین دست میورداره اجازه میده که اوکراین بدون هیچ عواقب با تصرف در بیاید درست اما میگه که خو اگر اوکراین سقوط کرد همه کل نمایندایی که در مجمع عمومی ملل متحد ششتن با نماینده ها خطاب میکنه میگه اگر اوکراین سقوط بکنه شماها استقلال و صلح و ثباتتان مگر تضمین میشه وارم میترسنه میگه در جان شما می میگه نه تضمین نمیشه به سرنوشت اوکراین یعنی به سرنوشت اوکراین شما هم دچار میشین این تصویری بود که در مجمع سازمان ملل متحد بایدن رسما از زبان خود تصویر داد اما رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا مارک میلی چیز دیگه میگه نظامی های ها طرف میگه قوای اوکراین آهسته پیش میره اما عدفان پیش میره اما نمیگه که در کجا پیش رفته عدفش در کجاست مارک میلی هم برش مشکل سال چی بگوه و برای عملیات های رزمی تعیین کننده میگه وقت هنوز زیاد است، وقت زیاد مانده برعکس او نظامی است. ما نظامی نیستیم ما از روی فضای عمومی به صلاح بررسی اقتصاد و گزارش از میادین جنگ میگیم که مارک میلی بیشتر سیاسی گپ میزنن نه میدانی واقعی گپ نمیزنه، میگه در اوکراین نیروهای آماده جنگ بسیار زیاد است خیلی که بسیار زیاد است از کانادا و از پولند از اینا چطور جلب و ایزار شروع کردن کس نمه جواب خوبه تین میگه اوکراینی ها مطلقا قصد توقف نداره بله آزوف ها که تعدادشان کم مانده درست است اما معادله را سر کی تغییر میدن شما؟ خب برال میگه که منا تا هدف نهایی میرن هیچ قصد بر توقف ندارن در زمستانم خوب از دل گرم خود گپ میزنم مارک میلی لاقل کسی باشه که تمام گزارشات و تلفات تسلیحاتی و تلفات بشری را روی میزش بگذاره بگو که از روی عزیز صحبت بکو، و بگو که ای قدر زایاتی که آمده اما دستاوردش چی است در صحنه شاید مارک میلی هیچ جواب نگویه و این در صورتی است که مارک میلی باید خبر داره نداره خبر داره که در سال 2024 اوکراین با 42 میلیارد کمبود بودجه مواجه است 42 میلیارد به ترتیب اوکراین اگر تبدیل به یک گارنیزیون امریکایی هم شود و هیچ توقف هم نکنه و بنابرای ادعای مارک ملی چی خواهد کرد؟ خب در یک کسی از نام جوزف بوسکو در روزنامه دهیل می نویسه یادم میگه که انتخابات امریکا میتانه سرنوشت اوکراین سرنوشت تایوان و سرنوشت نظم بین مبتنی بر قوانین تعیین بکنه نه ای که گپای مارک میلیو نه چیزای بایدن حتی اگر بایدن در سمت خودم باقی بمانه پوتین مطمئن است که به هدف جیو استراتژیک خود میرسه به دلیل که استراتژی اعلام شده ترم اونمو سیاست است که در گذشته بایدن دنبال میکرد حالا بایدن دنبال نمیکنه ترامپ دنبال میکنه یعنی چی؟ خروج از جنگ های فرامرزی امریکا حداقل اقل اوکراین مثل که از افغانستان بیرون شده خب جوزف بوسکو میگه که برای مردم اوکراین باید رحم شود چرا اینا در معرض هوا و حواس سیاست مدارای امریکایی هستند در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ یا در دوره دوم بایدن باید به با اجبار تسلیم شود یک تحلیلگر امریکایی ایگه با میگه امون که بایدن در خروج مزهک و فاجعه بار از افغانستان در نهایت تصمیم گرفت این چیز در اوکراین هم دیر یا زود تصمیم خواهد گرفت چون مجبور میشه. جالب نیست بله و این در صورتی است که غول تولید جنگ ابزارها در روسیه کلانتر شده روان است برای افزایش تولید تولید مثلا حداقل سامان های پدافند هوایی پوتین فرمان خاص را دادند. اقدار فشار تولید اسلحه در روسیه زیاد است فقط آدم به فکر سالهای 4 چلو چار, چلو سه، چلو چار در اوج جنگ دوم جهانی امیال گزارش ها که تولید ماشین های ماربوی زیری دو برابر شده و تولید اسلحه, اسلحه، انواع اسلحه سه برابر شد به ترتیب چه کسی گفته میتونه که تقدیر جنگ اوکراین در دست ماست آه بله بازی کرده میتونه یعنی پیشتر روایت شو شما خوند هم رئیس جمهور پولند بازی میکنه هم بایدن هم مارک میلی هم پوتین خب پوتین خود در میدان خود بازی میکنه اینا بازی انتخاباتی, انتخاباتی خود در اونجا بازی میکنن اما تشویش پولند موجه هست یک طرفه شدن کار اوکراین شروعی کار پولند است به شر... شکل بر شکلی که باشه تا بعد